پرن همینطوره. کاراگاه کنان گلوله سرخ. من چینیکی کدو یک کارگاه دبیرستانی هستم. همراه ران دوست زمان بچگیم یه روز به یه موزه رفتیم. تصادفی من فعالیت های یه مرد سیاه‌پوش رو دیدم. حواسم به خاطر انتقال مشکوک پول پرت شد و نزدیک شدن یکی از هم‌قطاراشون رو ندیدم. همون مرد منو مسموم کرد. وقتی بیدار شدم بدنم کوچیک‌تر شده بود. اگه خبردار می‌شدن که شینیچی کدو هنوز زنده است، فقط جون من به خطر نمی‌افتاد، بلکه اطرافیانم هم به دردسر می‌افتادن. به پیشنهاد استاد آگاسا تصمیم گرفتم هویت اصلی خودم رو مخفی کنم. وقتی ران اسم منو پرسید، من تصادفی خودم رو ادوگا کنان معرفی کردم. برای اینکه بین جنایتکارا نفوذ کنم، تو خونه ران زندگی می‌کنم که پدرش هم کارگاه پلیسه. من همکاران خوبی هم دارم که دنبال سازمان اطلاعات می‌گردن. مامورای از پلیس اطلاعات: جیمز بلک، آندری کامل، جودی استارلینگ و شویچی آکایی. آکایی بهترین تیرانداز با تفنگ دورزنه. حالا با اسم جلی دانشجوی فارغ التحصیل به نام آکای سوبارو تو خونه خانواده کدو زندگی میکنه که خونه منم هست. خواهر شویچی سرا ماسومی یه کارگاه دبیرستانیه که به کلاس ران منتقل شده. تو خوابگاه با یه دختر مرموز هم اتاقی هستن. من فکر میکنم مری همسر آقای آکای، یعنی همون مردی باشه که منو مجبور کردن سم بخورم، زن خودش هم کوچیک کرده. یه آقای دیگه هم هست که برادر دیگه سرا، هیدیوشی هانداست. این برادرش الان قهرمان ششم شودی دنیاست. به عبارت دیگه این چهار نفر فامیل هم هستن و این حادثه رابطه نزدیکی با این خانواده داره. گرچه جسمم کوچیک شده، اما عقلم هنوز همونطور بزرگ مونده. من تبدیل به کارگاه مشهوری شدم که باید پرونده های پلیسی رو حل کنه تا به حقیقت برسه، چون که همیشه فقط یک حقیقت وجود داره.